سلام و درود به تمام شما عزیزان. علی قهرمانی هستم، میزبان شما امروز هم با یک پرونده جنایی توی کانال سکوت. خب برای شروع بریم به سال 1398، یعنی تقریبا 3 سال پیش، 3 آذر 98 تقریبا دمدمای ظهر، چند تا جوان که قرار بود برای گردش و تفریح به یکی از بوستانهای کنار اتوبان آزادگان تهران برن، هنگام پیاده روی یک دفعه چشمشون به چیز عجیبی افتاده بود که بیشتر شبیه یک جسد دور انداخته بودش، اونم داخل جوی آب کنار بزرگراه. اونا یک گونی بزرگ پر دیده بودن که روش لکه های خون وجود داشت. اون چند جوان هم چون حالا احساس کرده بودن مطمئنن چیزی داخل اون گونی هستش، دیگه نتونسته بودن اون رو اونجا رها کنن و چند نفری با هر سختی که بود اون رو از آب بیرون آورده بودن و درش رو باز کرده بودن. ولی خب اونا به محض باز کردن در گونی از چیزی که دیدن همگی شوکه شدن، چون همونطور که حد زده بودن داخل اون یک جسد وجود داشت، جسد یک زن میانسال. اونا خیلی سریع موضوع رو به پلیس اطلاع میدن. وقتی که ماموران پلیس رسیدن دیدن که بله، جسد متعلق به یک زن میانسال هستش که دست و پاش با تکه پارچه هایی بسته شده و به نظر میرسه که قاتل با استفاده از جسم سختی به سر اون ضربه زد و اون رو به قتل رسونده. محل افتادن جسد هم جایی نبود که دوربین های مدار بسته وجود داشته باشه و اون اطراف هم خونه‌ای وجود نداشت و این کار رو برای مامورها سخت کرده بود. به هر حال هرچی که بود، جسد سریع به پزشکی قانونی فرستاده میشه، ولی خب پلیس ها تونسته بودن که با استفاده از اثر انگشت مقتول اون رو شناسایی کنن. جالب این بودش که 2 روز قبل از این اتفاق مردی با پلیس همون منطقه تماس گرفته بود و ناپدید شدن همسرش رو گزارش کرده بود و پلیس ها تونسته بودن که با مطابقت مشخصات مقتول با شخصی که اون مرد گزارش گم شدنش رو داده بود متوجه بشن که مقتول همون زن گم شده بوده. اسم مقتول روشنک بود، یک زن 40 ساله که ساکن محله خزانه تهران بودش و شوهرش میگفت که اون 2 روز قبل برای خرید دارو از خونه بیرون رفته بود که متاسفانه بعد از اون دیگه برنگشته بود. روشنک یک زن خونه‌دار بودش که با شوهرش جاوید زندگی میکرد. اونا با هم دختر خاله و پسر خاله بودن و یک دختر بزرگ به نام مهسا داشتن. مهسا مدتی بودش که توی یکی از شهرستانها دانشگاه قبول شده بود و همونجا در نزدیکی دانشگاه خودش توی خوابگاه زندگی میکرد. روشنک و جاوید، یعنی پدر و مادرش، قبل از رفتن اون گاهی با هم دچار مشکل می‌شدن و با هم دعوا می‌کردن، ولی خب حالا در نبوده اون خیلی راحت‌تر از قبل با هم دعوا می‌کردن. مهسا متوجه شده بود که حالا خلأ نبودنش رابطه پدر و مادرش رو با هم خیلی بدتر کرده، اما خب اون دیگه حالا دانشجو شده بود و دیگه کاری از دستش بر نمی‌اومد. در حقیقت اون دختر قبل از اینکه به شهرستان بره همیشه سعی میکردش که با پادرمیونی از دعوای بین پدر و مادرش جلوگیری کنه و همین کارهای اون باعث شده بود که هیچ وقت درگیری‌ها بین اون زن و شوهر شدت نگیره. خلاصه هرچی که بود، در نبود مهسا این دعواها اینقدر ادامه دار و شدید شده بود که حتی همسایه‌ها هم دیگه متوجه شده بودن اون زوج به درد هم دیگه نمیخورن و باید از هم جدا بشن. ولی خب این زندگی همینطوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه یک روز وقتی که روشنک برای خرید دارو از خونه بیرون رفته بود دیگه برنگشته بود و این دقیقا همون روزی بودش که، یعنی 2 روز بعد از اون، که اون چند تا جوان کنار اتوبان آزادگان جسد اون رو توی جوی آب پیدا کرده بودن. بعد از پیدا شدن جسد ماموران پلیس به سراغ جاوید شوهر اون میرن. خب معمولا در مرحله اول پلیس ها به تنها کسی که شک میکنن همسر هستش. جاوید مردی 55 ساله بودش که میگفت از همه جا بیخبره و 2 روز پیش هم که همسرش برای خرید دارو از خونه بیرون رفته بود واقعا دیگه با اون تماس نداشت و نمیدونه که چه کسی اون رو به قتل رسونده. اون میگفت که همسرش قرار بود بعد از گرفتن دارو به خونه خواهرش سری بزنه، یعنی خواهر خود جاوید، خواهر شوهرش. ولی خب بعد از چند ساعت خواهر جاوید زنگ زده بود و گفته بود که اصلا روشنک پیش اون نیومده و از اون طرف هم خواهر خود روشنک با موبایلش تماس گرفته بود و میگفت
موفق نشده بود باهاش صحبت کنه چون موبایلش خاموش بوده. جاوید ادعا میکردش که بعد از تمام این اتفاقات، وقتی که دیگه کل خانواده نگران همسرش شدن، اونو تصمیم گرفتن که گزارش ناپدید شدنش رو به پلیس بدن. در مورد شغل جاوید هم بخوام بهتون مختصری بگم، این آقا توی خیابون جمهوری یک بوتیک فروش لباس داشت و گویا که بالا پشت بوم خونش رو هم تبدیل به کارگاه خیاطی کرده بود و اونجا سفارشات شخصی دوزی انجام میداده و کلن سر و کارش با پارچه و اینطور چیزا بود. این رو خیلی کوتاه بهتون گفتم که حالا متوجه بشید داستان از چه قراره. اما چیزی که در ابتدا توجه پلیس ها رو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به خودش جلب کرد، صحبت های در و همسایه بودش که میگفتن روشنک با شوهرش خیلی دعوا میکرد و برای همین بودش که پلیس ها تصمیم گرفتن خیلی سریع با دریافت یک حکم قضایی وارد خونه اونا بشن، به امید اینکه سرنخی از قتل اون زن داخل خونه پیدا کنن، چون احتمال اینکه شوهرش قاتل اون بوده باشه خیلی زیاد بود. خلاصه همینطور که ماموران توی خونه در حال جستجو بودن، به موارد مشکوکی رسیدن. داخل خونه اثراتی از رد خون وجود داشت. خب این عالی بود. ماموران هم سریع از اون خونا نمونه برداری کردن که اگر جواب آزمایشش مثبت در می اومد، تا حدود 90% اونا موفق شده بودن قاتل رو پیدا کنن. از طرف دیگه یکی از همسایه ها هم دقیقاً در روز حادثه دیده بود که جاوید حیات خونه‌شون رو با وسواس زیادی شسته بود. اون میگفت که این حرکت جاوید براش خیلی عجیب بود، چون توی مدت زمانی که با اونا همسایه بود حتی یک بار هم ندیده بود که اون مرد حیات خونهشون رو اونطوری بشوره. البته خود جاوید میگفت که حیات رو برای جشن تولد بچه باجناقش شسته بود و هیچ ربطی به ناپدید شدن همسرش نداره. جواب آزمایشات هم هنوز نیامده بود، ولی خب شواهد وقتی شک برانگیزتر شدش که مامورها روی دست‌ها و گردن جاوید اثر خراشیدگی پیدا کردن، چیزی که میتونست نشونه از درگیری قبل از قتل باشه، یعنی دفاع مقتول از خودش. به علاوه توی حیات خونه هم ماموران مقداری از داروهای روشنک رو پیدا کرده بودن که ظاهراً یک کسی سعی کرده بود اونا رو پنهان کنه، ولی خب نتونسته بود این کار رو با دقت کامل انجام بده و چند تا از داروها در کنار دیوار حیات افتاده بودن. و عجیبتر این بودش که اون داروها به تازگی خریداری شده بودن و طبیعتاً دلیلی وجود نداشت که روشنک بخواد در روز ناپدید شدنش دوباره برای خرید دارو به داروخونه بره. ضمن اینکه اون در اون روز هم اصلاً هیچ چیزی مثل کیف و کلید و موبایل با خودش نبرده بود. ولی خب آخرین چیزی که درصد مشکوک شدن جاوید رو به شدت بالا برد این بودش که پارچه هایی که دست و پای همسرش باهاش بسته شده بودن دقیقاً از همون نمونه پارچه هایی بودن که توی کارگاه اون پیدا شد و احتمال این که اصلا کس دیگه‌ای به طور تصادفی از اون پارچه ها استفاده کرده باشه بسیار پایین بود. خلاصه مدرک پشت مدرک بودش که داشت توی خونه علیه جاوید پیدا می شد و همه اینا باعث شدش که اون خیلی زود تبدیل به مهمترین مظنون قتل همسرش بشه و ماموران اون رو برای بازجویی بازداشت کنن. واقعا عجیب بود، چون با وجود اون همه مدرک و شواهدی که توی خونه پیدا شده بود، جاوید باز هم قتل همسرش رو انکار می کرد. ولی خب این بار وضعیت خیلی فرق داشت، چون حتی آزمایش خون هم مشخص کرده بود که رد خون توی خونه خون روشنک بوده، اما باز جاوید میگفت نه. و همین نه نه گفتنهای اون باعث شدش که بازپرس پرونده خودش یک پیشفرضی از چگونگی رخ دادن حادثه برای پرونده بنویسه و جاوید رو هم کلن به عنوان قاتل همسرش راهی دادگاه کردش. بازپرس پرونده گفتش که در روز حادثه جاوید با همسرش روشنک مثل همیشه دعوا شده بود، اما خب شدیدتر از گذشته. اونقدر شدید که جاوید عصبانی شده بود و در یک لحظه وقتی که نتونسته بود خودش رو کنترل کنه، با یک جسم سخت توی سر همسرش کوبیده بود. اینکه اون در اون لحظه این کار رو به قصد کشتن همسرش کرده بود یا نه مشخص نیست، چون اعتراف نکرده. اما بعد از اینکه متوجه شده بود همسرش کشته شده، سعی کرده بود که بعد از تمیز کردن خونه طوری وانمود کنه که همسرش برای خرید دارو به بیرون رفت و دیگه برنگشته. برای همین بودش که داروهای قبلی اون رو توی حیاط به دور ریخته بود.
اون حتی برای اینکه بتونه جسد رو راحت تر جابجا کنه چند تا تکه پارچه از توی کارگاهش آورده بود و دست و پای همسرش رو با اونا بسته بود، ولی نمیدونست که همون تکه پارچه ها بعدها به عنوان مدرک جرم ازشون استفاده میشه. به هر حال اون بعد از تمام این کارها جسد همسرش رو توی گونی گذاشته بود و بعد هم توی ماشین و به سمت اتوبان آزادگان تهران به راه افتاده بود، جایی که نزدیک خونه‌شون بود و در یک مکانی که نه کسی رد می‌شد و نه خونه‌ای وجود داشت، در کمال خونسردی جسد رو همونطوری که توی گونی بود توی جوی آب انداخته بود. اما توی این فاصله، توی این جابجایی، مقداری از خون روشنک از گونی توی حیاط چکیده بود. جاوید وقتی که به خونه برمیگرده متوجه این موضوع میشه و به خاطر همین بودش که سعی کرده بود حیاط رو طوری بشوره که هیچ ردی از خونها باقی نمونه. اما خبر نداشتش که یکی از همسایه‌های کنجکاوش با دقت رفتارها و کارهای اون رو زیر نظر داشت. بله، بعد از این بودش که بازپرس پرونده با همین داستان جاوید رو روانه دادگاه کرد و قاضی هم بعد از بررسی شواهد و مدارک اون رو قاتل همسرش یعنی روشنک معرفی کرد. پدر مقتول همون روز از قاضی برای دامادش درخواست اشد مجازات یعنی قصاص نفس رو کرد، ولی خب دخترش مهسا میگفت که این مادرش بود که همیشه باعث دعوا و درگیری توی خونه میشد و طبق شناختی که از پدرش داشت دلش راضی نمیشد که بخواد از اون شکایت کنه. برای همین مهسا نسبت به پدرش اعلام رضایت کرد، اما جاوید باز هم سعی کرد که از خودش دفاع کنه و گفتش که پدر زن و مادر خونده زنش باهاش دشمنی داشتن و با این که میدونستن قتل کار اون نیست، اما خب برای این که دشمنیشون رو با اون کامل کنن براش درخواست قصاص نفس کرده بودن. اون میگفت که اصلا خود اونا بودن که با دخالت‌های بی‌موردشون توی زندگی اونا باعث درگیری‌های بیشتر می‌شدن. اما خب با تمام این مشکلات اون هیچ وقت تصمیم به کشتن همسرش رو نگرفته بود و میگفت که قاتل کس دیگه‌ایه و پلیس‌ها باید تا قبل از اینکه دیر بشه برن و قاتل اصلی رو دستگیر کنن. اما قاضی هنگام دادگاهی اون یک سوال جالبی ازش کرد و گفتش که تو چطور مدعی هستی که همسرت از خونه بیرون رفته ولی خب سوابق تلفنش نشون میده که کلن گوشیش از خونه خارج نشده بوده؟ جاویدم در پاسخ قاضی گفته بود همسرش وقتی که داشت از خونه خارج میشد گوشی موبایلش اتفاقا دستش بود و وقتی هم که ازش پرسیده بود ساعت چنده، همسرش بهش گفته بود 11. اون در مورد خراشیدگی های روی دستش هم گفتش که چند روز قبل توی خونهشون بنایی داشتن که توی کار دستش زخمی شده بود و در مورد زخم گردنش هم گفتش که موقع اصلاح صورتش گردنش رو با تیغ زده بوده. بله، و هر حال هرچی که بود همه این استدلال ها و ادعاها هم نتونست کاری برای اون کنه و در نهایت دادگاه با توجه به مدارک در تیر ماه سال 1400 یعنی تقریبا یک سال و نیم پیش برای جاوید حکم قصاص نفس رو صادر کرد. البته بعد از صدور حکم پدر روشنک باید مابل تفاوت نصف دیه رو به دولت پرداخت میکرد تا حکم قصاص دامادش اجرا بشه. یک بازی همیشگی. حالا اینکه ایشون این پول رو پرداخت کرد یا نه توی رسانه ها ازش صحبتی نشده و مشخص نیستش که آیا این حکم اعدام اجرا شد یا نه. ولی چیزی که این وسط عجیبه اصرارهای عجیب جاوید بر بیگناهیش بودش. اون تا لحظه آخر هم با وجود اون همه مدرک و شواهد علیهش میگفت که قاتل کس دیگه ایه. به نظر شما حرفای اون تا چه اندازه‌ای میتونه صحت داشته باشه؟ دخترش مهسا هم که میگفت از پدرش شناخت کامل داره و مادرش رو مقصر دونسته بود. یعنی این احتمال هستش که اون دختر با اینکه میدونست پدرش مادرش رو کشته، اما خب به خاطر عشقی که حالا به پدرش داشت سعی کرده بود از اون توی دادگاه دفاع کنه. حتما در این رابطه برام در قسمت کامنت ها بنویسید. مرسی که امروز هم تا انتها با من همراه بودید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.